با تحویل نخستین سری از نسل پیشرفته خودروی ملی ایران با نام سورن به مشتریان، صنعت خودروسازی کشور وارد مرحله جدیدی در رقابت با بازارهای بین‌المللی شد. امسال 8000 دستگاه سورن در ایران خودرو تولید و 1200 دستگاه به خارج از کشور صادر میشه. اولین سریش رو ما هولوش 10 آبان ماه میایم و صادراتش انجام میدیم. ایمنی بالا و داشتن استانداردهای فنی و زیست محیطی روز جهان مهمترین شاخص سورنه که با تولید 40000 دستگاه در سال آینده سهم عمده صادرات صنعت خودروسازی کشور رو خواهد داشت. با توجه به اینکه تمام قطعات در داخل ایران شرکت تولید میشه، فکر میکنم از این بابت مشکلی باشه. برنامه صادرات ما به 30 کشور اروپای شرقی، آسیا و آفریقاست. اما آقای منطقی، ایران خودرو چه برنامه‌ای برای افزایش صادرات داره؟ یه برنامه‌ریزی کردیم که تا سال 1395 ان شاءالله برسیم به هولوش 600000 خودرو و یه چیز حدود 10 میلیارد دلار صادرات قطعه. ما برای اینکه به این هدف برسیم هر سال برنامه داریم که صادراتمون رو دو برابر بکنه. از هر 5000 خودرویی که شرکت‌های سازنده با مشارکت طرف خارجی در کشور تولید می‌کنن، 20% باید به خارج صادر بشه. اما وضع کنونی صادرات خودروی کشور چگونه است؟ برنامه صادرات امسال دو خودروساز بزرگ ما رسیدن به رقم 120000 دستگاه است که امیدوار هستیم با رسیدن به این رقم تقریبا به 10% تولید برای صادرات برای سال جاری دست پیدا کنیم که این رقم تا کنون سابقه نداشته. شاید تا الان بیش از 32 کشور دنیا رو برای امسال ما تونستیم خودرو بهشون بفروشیم. همکنون تمهیدات خدمات پس از فروش سورن فراهم شده و مدل‌های جدید این خودرو هم از بهمن ماه عرضه خواهد شد. اما قیمت کنونی این محصول چقدر است؟ با توجه به اینکه یه سری تجهیزات داره و متفاوت هستش نسبت به سمند الکسسوار، یه چیز حدود 1 تا 1.5 میلیون اختلاف قیمت خواهد داشت. سورن نام سردار شجاع و دلیر ایرانیه که توانست لشکر روم باستان رو در دوره اشکانیان شکست بده و نسل پیشرفته خودروی ملی ایران با این نام به بازارهای بین‌المللی صادر خواهد شد.